من در اینجا به کمیته بهداشتیمون و کمیته اجتماعی امنیتی میگم راجع به اونهایی که بیماری رو مخفی میکنن یه فکری بکنن و یه طرحی بیارن که ما تو جلسه تصویب بکنیم. این مخفی کردن بیماری یک نوع تجاوز به حقوق دیگرانه. یعنی من که مخفی میکنم و نمیگم نسبت به خانوادم، نسبت به دوستم، نسبت به همکارم، نسبت به فرد معمول تو خیابون بیرم نزدیک میشم باش حرف میزنم، نمیگم من مبتلا، لااقل ماسکم نمیزنم، لااقلش اینه که من ماسک بزنم وقتی مبتلا هستم. اولا نباید بیام بیرون، حالا اگرم آمدم ضرورت بود باید ماسک بزنم، فاصله رو مراعات کنم، به طرف بگم به من نزدیک نشو، اشکال نداره. این فرهنگ ما باید جا بندازیم. همه ما افراد مبتلا تو اداره، محل کار، تو جاهای مختلف، اجتماعاتمون، طرف باید خودش بگه، اگر کسی هم فهمیده باید این رو اعلام بکنه تا اینکه ما بتونیم از این مشکل عبور کنیم. و نکته آخر که امروز هم روش تأکید شد، اجرای این دستورالعمل‌ها نیاز به نوعی ضمانت اجرا داره. تو ادارات شاید آسان‌تره، ما میتونیم با یک مصوبه جلوشون بگیریم برای خدمت دادن. در مترو و اتوبوس آقای وزیر کشور انشاءالله همه تلاشش به کار میگیره، شهرداری‌های همه سراسر کشور تلاششون به کار میگیرن، هر جا لازم بوده از نیروی انتظامی و بسیج استفاده بشه. الزامی است از فردا در یک مکان سرپوشیده جمعی وقتی میخوایم ما وارد بشیم الزامی است که از ماسک استفاده کنیم. بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست در همه اون جاهایی که ما گفتیم ماسک الزامی است. اینا همه باید مراعات بکنیم، همه هم باید همدیگر رو کمک بکنیم.